من یه چیزی که به نظر میرسه که از ایدئولوژیکلی با هم تفاوت داریم، البته خب اشکال نداره، اینه که شما، من خیلی ایندیویدوالیسم رو قبول دارم، شما به نظر میرسه که مقدار کلکتیویست هستید. یعنی نمیدونم فکر کنم ترجمهش میشه فردگرایی یا جمعگرایی، درسته؟ جمعگرایی. اوکی. من فکر میکنم که این مثلا فرهنگ‌های قدیمی و ادیان و اینا همیشه به گروه نگاه میکنن به جای اینکه به افراد، به حقوق افراد. من فکر کنم خیلی پیشرفتایی که جامعه های مثلا پیشرفتایی که جامعه های غربی، جامعه های آمریکای شمالی، اروپای غربی، تایوان، ژاپن، کره جنوبی، این هنگ کنگ اینا کردن، به خاطر همین تمرکزشون روی فردگرایی بوده به جای جمعگرایی، به جای اینکه بیان حقوق فرد رو نگاه کنن، بیان هر کسی رو، خودتونم اول برنامه اتفاق میگفتین که بیان یک فرد رو نگاه بکنین، بیان به جای اینکه تمام کل گروه رو نگاه کنیم، یعنی به جای اینکه بیان کلیگویی نکنیم درباره کسی. من فکر میکنم بیان وقتی که درباره حقوق انسان رو صحبت میکنیم، به جای اینکه بیایم درباره تمام نسل های گذشته، یعنی یک شخص رو باید قانونایی که ما برای استانداردها و قانونایی که برای یک شخص قرار میذاریم بر اساس خود این یک شخص باشه، نه بر اساس گروهی که این شخص بهش تعلق داره، نه بر اساس اینکه اجداد این شخص کی بودن و چی کار کردن. من نمیدونم حالا به نظر چیزی که داری میگی خیلی منطقیه، منتها وقتی که ما به اون جامعه رسیدیم، ببین توی مسیر ما الان داریم نتایج اون تبعیض کالکتیو قبلی رو میبینیم، ما داریم نتیجه اون تبعیض رو زندگی میکنیم و یه سری آدم ها تحت تأثیر اون تبعیض قرار گرفتن. اگر ما همین الان، من همون اول صحبتم هم گفتم، اگر ما همین الان یه دفعه بگیم که خب الان قوانین برابر شد، ما انسانهایی رو که به صورت تاریخی و در اثر تبعیض عقب نگه داشته شدن، در واقع داریم بهشون ادامه همون ظلم رو میکنیم، چون اونا امکان پیشرفت برابر نداشتن که حالا بهشون امکانات برابر بدیم. ببین شما جوری که صحبت میکنین درباره این اشخاصی که امروز، یعنی کسایی یه جوری درباره این انسان امروز صحبت میکنین که انگار با آن آدم، با ببین مثلا این مشکلی که مثلا با خیلی ایرانیا دارم اینی که مثلا وقتی درباره مثلا عربو صحبت میکنن، مثلا شما نمیگی منو میگین، البته مثلا میگه اینا کسایی بودن که به ما حمله کردن، خب 1400 سال پیش، در صورتی که هیچ کدوم از عربایی که امروز زنده هستن اون مسئولیت کسایی که 1400 سال پیش زنده بودن، یعنی اونا اینا نبودن که، اونا مردن، همشون مردن. خب یا اینکه مثلا خیلی هندیا به من میان میگن که آرمین تو نباید علیه دین ما صحبت بکنی برای اینکه ما شما رو از عربا وقت هم نجات دادید، به زرتشتی ها وقتی که از ایران فرار کردن و من هندوستان، ما شما رو نجات داریم. من بهش میگم من زنده نبودم، من نمیدونم در باره کی داری صحبت میکنی، من زنده نبودم اون موقع. یعنی یه جوری در باره من صحبت میکنن انگار که مثلا من با اجدادم یک یعنی میگن که ما شما رو نجات داریم، یعنی من با اونها هیچ ربطی ندارم. اون یعنی خیلی برام ببین مسئله اینه که همه مسائل رو الان نباید بریزی توی یه کاسه همشون بزنیم. یه چیزی که داری میگی کینه توزی تاریخی و احساس دین تاریخیه، این چیزی که داری میگی مثلا ایرانیان نسبت به عربا دارن، یه کینه توزی تاریخی دارن که الان میخوان مسئولیت کاری رو که نسل قبلی با نسل قبلی اینها کرده از اونها بگیرن. یه بخشی از این نه اصلا کلا درباره یک شخص صحبت کردن به طور کلی، درباره به جای اینکه درباره اون شخص صحبت میکنیم درباره گروه، مثلا میگن که مثلا من خیلی از سفیدپوستا رو مثلا تو کانادا دیدم که به یه سیاه‌پوست میگن که ما به شما خیلی بدی کردیم، ما خیلی به شما ظلم کردیم، در صورتی که نه این زنده بود موقعی که این اتفاق افتادن، نه اون زنده بود موقعی که، یعنی شماها نبودین، شما یعنی چون که رنگ پوستت با رنگ پوست اونا یکی بوده، من اینه که تو اونا بودی. نه همینه، ببین میگم توی هیچ گروهی نباید افراطیار در نظر گرفت. الان اون آدم مثلا اون سفید پوستی هم که با این احساس گناه دلش میخواد خودش رو گره بزنه، دقیقا همون مسئله افراطیه است. ما نکردیم،
سیستم کرده، ما نکردیم، قانون اون زمان این کارو کرده. اما الان برای اینکه بتونیم جامعه بهتری داشته باشیم باید یه کاری بکنیم، و اون کاری که باید بکنیم اینه که با هم مصالحه بکنیم، یک مقدار سازش بکنیم تا بتونیم به جامعه ای برسیم که همه انسان ها در واقع امکان برابر داشته باشن، و حالا از اون امکان ها استفاده بکنن یا نکنن، یکی بشه ثروتمند یکی بشه فقیر، اما امکان اولیه برای همه انسان ها برابر باشه. اون وقته که دیگه تفاوت ها میشه بر اساس شایستگی ها. حالا اگر ما میخوایم اون مشکل سیستماتیک قبلی رو حل بکنیم و به این جامعه جدید برسیم، توی این مسیر باید یه سری کارهای انجام دقیقاً. خب این میگین این کار رو خیلی میگن که باید با فرصت برابر یعنی برای همه به وجود بیاریم، نه نتیجه برابر. فرصت برابر نه نتیجه. و فرصت برابر رو به این روش به دست بیاریم که کسایی که عقب افتادن رو کمک کنیم که بیان برسن به کسایی که عقب نیفتادن، نه اینکه بزنیم تو سر کسایی که جلو هست. یعنی به جای اینکه کسایی که جلو هستن و فشار بدیم عقب، کسایی که عقب هستن رو بیان بکشیم جلو. ببین عملا همون اتفاق میفته، کسی نمیزنه تو سر کسی که عقب بره. تعداد فرصت های شغلی اینجوری حساب کن، تعداد فرصت های شغلی قبلا 8 تا بود توی همون جامعه 10 نفره که 5 تا سفید بودن 5 تا سیاه. خب تعداد فرصت های شغلی قبلا 8 تا بود، 5 تا سفیدا میرفتن سر کار، 3 تا سیاه ها میرفتن سر کار، یکی از سیاه ها اخراج میشد یکی دیگه اش میومد سر کار. خب و اگر یه سفیدی به این جامعه اضافه میشد میشد 11 نفر، اگر یکی از سیاه ها اخراج میشد یکی از سفیدا دوباره استخدام میشد. خب حالا ما ده همون جامعه 10 نفره هر رو داریم که 5 تا 5 تا هستن و 8 تا فرصت شغلی. الان از اون 8 تا فرصت شغلی 4 تا 4 تا از هر کدومشون میره. این در واقع مغلطه است اگر که بخوایم فکر کنیم که نه الان داره در حق سفیدها ظلم میشه. نه، فقط اون مزایای اضافه شون داره ازشون گرفته میشه. خب من الان نمیخوام دیگه بیشتر بگم، من که جلوی من که دلم برای سگه تو میسوزه. فقط مثلا یه چیز کوچیکی مثلا من مثلا میگم که مثلا کار مثلا این اداراتی که میان، من میگم به جای اینکه بگین که شما حتما باید 4 تا مرد بگیم و 4 تا زن و بگیم که 4 تا سفید پوست بگیریم و 4 تا سیاه پوست و حتما 4 نفر که استریت هستن بگیریم و 4 نفر که نیستن، به جای اینکه این کار به جای اینکه بهشون کوتا بدیم، من فارسیش میشه، بیایم بگیم که شما من میگم راه حل به جای اینکه اینا باشه اینو مثلا من راه حلم اینه. خب که البته راه حل کسای دیگه هم هست، من نمیخوام بگم، این فکر من بوده. بیایم بگیم که شما رزومه هایی رو که میایین بهتون نگاه میکنید، حق ندارید که بدونید که این کس این رزومه زن یا مرد، یعنی اسمو باید برداریم. خب یعنی مثلا یه سیستمی درست بکنیم که شما نبتونین از اسم تشخیص بدین که این شخصی که دارین الان رزومه رو نگاه میکنین سیاه پوست، سفید پوست، زن، مرد، استریت، گی. داریم میگیم منطقیه وقتی فرصت برابر ایجاد شد تو مرحله قبل. ببین وقتی فرصت برابر توی مثلا تحصیلات ابتدایی ایجاد نشده، شما به صورت سیستماتیک تعداد کسانی که از مثلا بلوچ یا زن تونستن تحصیلات عالی داشته باشن رو با زور کم نگه داشتی. بعد حالا بیای توی مرحله آخر بخوای فرصت رو برابر کنی، اونجا دیگه نمیتونی، یعنی این تناقض میشه. بازم دوباره داری همون ادامه همون تبعیض اولیه رو. اگر فرصت برابر رو توی مرحله صفر ایجاد کردی که دقیقا هدف همونه، یعنی در واقع همون، واسه همینم میگم که این تبعیضای مثبت باید دوره‌ای باشه. یعنی الان اگر زنی هست که تحت تأثیر تبعیضی که تو کودکی دیده زندگیش عقبتر از مرد رفته، حقشه که بیاد یه مقدار تبعیض مثبت بگیره بلی، تا بتونه الان اون عقب افتادگی رو جبران کنه. این تمومش کنم. اما حقشه که این تبعیض مثبت بگیره که اون عقب افتادگی رو که زور سیستم بود رو جبران کنه. اما وقتی این دو نسل گذشت، یک نسل گذشت ازش و الان ما میدونیم که به همه بچه های ایران مثلا فارغ از اینکه جنسیتشون، اتنیسیتشون، زبانشون چی باشه فرصت برابر دادیم، دیگه از اونجا به بعد
همون مسئله که شما میگی مطرحه، دیگه باید شایسته سالاری مطلق باشه، چون اصلا دیگه نباید رنگ یا جنسیت یا وضعیت جسمانی اون طرف رو ببینن، اونجایی که باید شایسته سالاری مطرح بشه. البته خب این یه مقدارم از لحاظ اقتصادی خیلی به ضرر جامعه ممکنه بشه، که ما به جای اینکه بیایم از اول تبعیض‌ها رو، یعنی شما میایم اگه تو محل کار بیایم بگیم که مثلا خب شما چون زنین این کار رو میگیرید، نه به خاطر اینکه شایسته بودین، ولی خب شایسته نیستین، ولی تقصیر شما نبوده، جامعه علیه شما بوده، ولی چون شایسته نیستین ما به شما این کار رو میدیم. خب این از لحاظ اقتصادی خیلی باعث میشه که جامعه عقب بیفته، اگه خیلی کسایی که مثلا یعنی آره نداشت منفی داره، تأثیر. خب تأثیر ولی من منفی اقتصادی داره، من اما میگم چاره نیست، همون مسئله سازش است. شما بخشی از سیستمی هستی که زده توی سر اون زن و اون زن رو عقب نگه داشته. حالا جامعه باید این سازش رو انجام بده که اون زن رو برگردونه به جایی که حقشه. من میگم اگه از منبع، بچه هاش هم تحت تاثیر قرار میگیرن. خب من میگم از منبع باید این اینا درست بشه، نه نتیجه. ما نتیجه رو نباید برابر کنیم. همزمان باید باشه. ببین هم از منبع باید اتفاق بیفته، همون زن رو در نظر بگیر، فرض کن که مادره، خب از منبع باید اتفاق بیفته و بچه های اون فرصت برابر با بچه های مرد سفیدپوست داشته باشن. ما باید بریم سگ شما خیلی ناراحت شد. من دلم بغم برای هیچ داره میسوزه. این حرف آخر. حرف آخر. شما بفهمید. ببین ما همزمان باید این فرصت برابر رو برای بچه های اون زن ایجاد کنیم که با بچه های مرد سفیدپوست شرایط یعنی امکان مساوی داشته باشن، و اونجا دیگه حالا اگر یکیشون رفوزه شد بر اساس ویژگی های خودشه دیگه، اونجا ما مسئول نیستیم، سیستم مسئول نیست، خب چون امکانات برابر رو بهشون داریم. و همزمان باید مادری که به خاطر سیستم تبعیض سیستماتیک قبلی فقر رو داره تجربه میکنه، یه مقدار اونو بکشیم بالا که تأثیرات اون فقر تو زندگی نسل بعدیش هم از بین بره. طبیعتا بازم تاکید میکنم این تبعیضای مثبت باید دوره‌ای و کوتاه مدت باشن، به خاطر اینکه هدف این نیستش که ما بیایم یه نسل توفیلی رو ایجاد بکنیم که حالا اینا هم وابسته بشن به این تبعیض مثبت. هدف اینه که این تبعیض مثبت فقط جبران کننده اون تبعیض سیستماتیک باشه و ما برسیم به جامعه برابر.